و قطع بارش ها و فروکش کردن سیل در استان لرستان، کمک رسانی به سیل زدگان این استان به ویژه در شهرستان های پل دختر و معمولان آغاز شده. نخستین محموله های اقلام امدادی و غذایی از خرم آباد به مقصد پل دختر بارگیری شد. 12 بالگرد هوانیروز ارتش و 6 فروند بالگرد هلال احمر برای امداد به مناطق سیل زده پل دختر اعزام شدند. خودروهای دوزیست برای عبور از آب و نفربرهای ارتش هم در راه لرستان هستند. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، از اعزام بالگردها، یگان مهندسی و یک مجموعه کامل بیمارستان صحرایی به لرستان و استقرار آنها در این استان خبر داد. برای اولین بار پهپادهای نیروی هوافضای سپاه برای رصد و جمع‌آوری اطلاعات از مناطق سیل زده کشور به کارگیری شدند. 70 امدادگر اصفهانی به همراه 30 دستگاه موتور برق، تجهیزات غواصی و 60 پمپ آبکش در مناطق سیل زده پل دختر مستقر شدند. پاکسازی باند فرودگاه خرم‌آباد هم پایان یافت و این فرودگاه عملیاتی شد. رئیس امداد و نجات کشور گفت هیچ کس در منطقه پل دختر در محاصره سیل نیست و 27 تیم ارزیاب به مناطق حادثه دیده از سیل اعزام شدند. پرواز بالگردها در آسمان شهرستان پل دختر، سیل زدگان همچنان منتظر. با مساعد شدن شرایط جوی، کار امدادرسانی به سیل زدگان استان به ویژه شهرهای پل دختر و معمولان از صبح امروز شروع شده و همچنان ادامه داره. نخستین محموله کمک های امدادی کشور به سیل زدگان استان بامداد امروز وارد فرودگاه خرم‌آباد شد و در حال توزیعه. امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، صبح امروز برای مدیریت میدانی امدادرسانی وارد معمولان شد. عملیات هوایی ما تا وقتی که مردم احساس نیاز داشته باشن ما در کنار مردم هستیم. اینجا میمونیم تا وقتی پلها برقرار بشه، بیمارستانها عملیاتی بشن، مردم احساس آرامش کنه، ما کنارشون هستیم. ما بالگردها اینجا خارج نمی کنیم. ما الان میخوایم کمپ بزنیم، اردوگاه بزنیم برای روستاهایی که رفتن زیر آب، مردم از آب در بیاریم. تجهیزات امدادی ارتش نیز صبح امروز از کرمانشاه وارد خرم‌آباد شد. ما حدوداً 10 دستگاه نفربر در واقع آب خاکی آوردیم، BTR هستن، میتونن تو داخل آب حرکت بکنن. خودروهای حدوداً 15 دستگاه خودروی در واقع توپکش آوردیم که اینا خودروهای قوی هستن، داخل آب و مناطق صعب العبور راحت میتونن تردد بکنن. خبرها از حجم بسیار بالای خسارت در شهر پل دختر و معمولان حکایت دارد و از سرنوشت بسیاری از مردم که از دیروز به پشت بام خانه هایشان پناه برده بودند خبری در دست نیست. بیش از 5000 واحد مسکونی شهر پل دختر و بیش از 500 واحد مسکونی شهر معمولان به طور کامل تخریب شده و به خانه های مسکونی و تأسیسات زیربنایی شهرستان پل دختر خسارت های بسیار زیادی وارد شده. راه زمینی شهرستان پل دختر از سمت خرم‌آباد و نیز از طرف استان های ایلام و خوزستان همچنان مسدود است و فقط از طریق جاده فرعی دهلیج امکان تردد به این شهر وجود دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تمام قد به میدان آمده و تجهیزات امدادی خود را وارد استان کرده. هوانیروز نیروی زمینی سپاه الان رسیدن به منطقه و کمک رسانی هوایی هم با کمک بالگردهای نیروی زمینی انشاءالله از امروز شروع میشه. اون چیزی که الان برای ما بسیار مهمه، بعضی از مناطق استان لرستان هستن که در محاصره سیل هستن، مردمشون الان نیاز دارن که امداد و نجات رو الان انجام بدیم، که امداد و نجات به وسیله ماشین ها، خودروهایی که میتونه این کار انجام بدن و بالگرد که بالگرد وارد شدن. رئیس اورژانس کشور از نجات جان 51 سیل زده شهرستان پل دختر از شب گذشته تا امروز خبر داد و گفت تا کنون 7 تیم ویژه این سازمان وارد پل دختر شدند. در خرم‌آباد نیز ساکنان 9 منطقه شهر که از دیروز غرقاب شده بود همچنان درگیر تبعات سیل ویرانگر هستند. اونم خرابی یا یخچالمون یا زنیمون. ساعت 9 سر صبح شاید در عرض دوروبر 5 دقیقه 10 دقیقه یعنی تمام هنر تا زیر زانو او گرتا. کی ما جواب او برنج یا زندگی تمام ملت یا گونیو برنج شون همان زیرو. وضعیت شهرستان های کوهدشت، دلفان و دوره چگنی نیز همچنان بحرانی است و به رغم فروکش کردن آب رودخانه های کشکان و سیمره
راه‌های ارتباطی همه بخش‌های این شهرستان‌ها با بیش از 500 روستا همچنان قطع است. آب و برق 65 روستای کوهتش شمالی همچنان قطع است و انارستان تنگ سیاب، بزرگترین انارستان مجتمع کشور، به زیر آب رفته و راه ارتباطی کوهتش به ترهان تخریب شده. دیگر شهرستان‌ها نیز همچنان درگیر سیل هستند و راه ارتباطی حدود 300 روستای شهرستان علی‌گودرز، 11 روستای شهرستان درود و 60 روستای شهرستان سلسله همچنان قطع است. دیروز نیز به علت سیل 2 نفر در شهرستان علی‌گودرز جان باختند و تاکنون شمار جان باختگان سیل در لرستان به 8 نفر رسیده. تاکنون حدود 20 کامیون از اقلام مورد نیاز و کمک‌های مردمی از طریق 10 فروند، بالگرد و 10 سورتی پرواز به مناطق سیل‌زده ارسال شده. مواد غذایی، پزشکی، پتو و چادر اقلام مورد نیاز مردم سیل‌زده لرستان هستند. غلامرضا غلامپور، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد. گفتگو میکنم با استاندار لرستان آقای خادمی. آقای خادمی سلام، الان بفرمایید که شرایط در شهرهای سیلزده استان لرستان چطوره؟ آقای خادمی، خب متاسفانه ما ارتباطمون تلفنی هست با استاندار، کیفیت صدا خوب نیست. هر زمان که همکاران ارتباط بهتری رو برقرار کردند گفتگو خواهیم کرد. اما سیل در خوزستان همچنان چراغ هشدار را روشن نگه داشته. تاکنون 44 روستا در استان خوزستان از جمله روستاهای حاشیه رودخانه دز در شوش و شوشتر تخلیه شده و 10 روستا هم در حال تخلیه هستند. دستور تخلیه مناطق پرخطر دزفول هم صادر شده و سیل بند 11 روستا در رامشیر تکمیل و ترمیم شده. بر اساس اعلام استانداری خوزستان، تمام مدارس اهواز، باوی، کارون، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه، شعیبیه شوشتر و روستاهای دزفول و غرب کارون در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه هفته آینده، یعنی 17 تا 19 فروردین تعطیل شد. دانشگاه های استان خوزستان هم با یک هفته تأخیر، یعنی از 24 فروردین شروع به کار خواهند کرد. اولویت اول در مقابل با سیل حفظ جان مردم است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان گفت خسارت های مالی ناشی از این سیل پرداخت خواهد شد. مدیریت بحران مهمترینش اینه که مدیرش باید پاکار رو تو صحنه باشه، مدیر استاده باشه، مدیر انقلابی باشه، مدیری باشه که از خودش به خاطر ملتش بگذره. وزیر نیرو هم در این جلسه گفت ظرفیت سدهای خوزستان تقریبا به صورت کامل پر شده است و ورودی آب هم لحظه به لحظه در حال افزایش است. تمامی سد خود در پایین دست به کار ببریم که تراز سد کرخه به 226 متر نرسد. همکنون ورودی سد دز 3700 متر مکعب بر ثانیه است و خروجی آن 3200 متر مکعب بر ثانیه است. ورودی سد کرخه نیز 6500 متر مکعب بر ثانیه است و خروجی آن 1400 متر مکعب بر ثانیه اعلام شده است. افزایش دیبی خروجی سدها خوزستان را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است. در شهرستان شوش برخی از روستاهای این شهر تخلیه شدند. شهری که از طغیان هر دو رودخانه دز و کرخه آسیب می‌بیند. در حوزه شهرستان شوش و به ویژه در مسیر رودخانه دز ما تقریبا 8 روستا دستور تخلیهشون رو دادیم. اردوگاه براشون نصب شده در منطقه آهودشت. در دزفول سیلبندها ایجاد شده است. بغل سیلبند که تخریب شده ما به صورت مساحت اینو خوکریزی میکنیم. در شهرستان شادگان مردم برای مقابله با سیل بسیج شدند. 40 تا ماشین از بیلبگ هول و خود لودر و کمپرسی و ماشینا را تا کشید. در رفعی بوسان و سنگر در پایین دست رودخانه کرخه شرایط دشوارتری وجود دارد. روستاها در محاصره و زمینهای زراعی زیر آب رفتند. در شهرستان حمیدیه از مردم 11 روستایی که در مسیر رودخانه کرخه قرار دارند خواسته شده که خانه‌های خود را تخلیه کنند. اما در اهواز مرکز استان
ماند. پارک ساحلی تقریبا به صورت کامل زیر آب رفته است. در برخی از نقاط آب وارد جاده ساحلی هم شده است. ستاد ویژه مقابل باسل در اهواز به ریاست رئیس کل دادگستری خوزستان ایجاد شده است. مدارس شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت‌آزادگان، هویزه، شوش و بخش‌های شعیبیه شوشتر، روستاهای زاویه دسفول، شهرک بهروز دسفول، بخش دارخوین و روستاهای غرب کارون در خرمشهر از 17 تا 19 به علت خطر سیلاب تعطیل اعلام شده است و شروع کلاس‌های دانشگاه استان نیز با یک هفته تأخیر از 24 فروردین ماه آغاز خواهد شد. ارتفاع آب کارون در حال افزایش است و قطعاً شرایط دشوارتر خواهد شد، اما با مدیریت صحیح و متمرکز و البته همکاری مردم میتوان آسیب‌های ناشی از سیل را به حداقل رساند. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز. با افزایش خروجی آب از سد کرخه، مسئولان از اهالی روستاهای اطراف این سد خواستند محل زندگی خود را ترک و در مکانهایی که برای اسکان در نظر گرفته شده سکونت کنند. بارش‌های اخیر موجب شده تا ظرفیت سد کرخه به طور کامل پر شود. آقای یزدانی، مدیرعامل سد کرخه همراه ماست. آقای یزدانی سلام. الان وضع ورودی و خروجی آب سد کرخه چطوره؟ چون الان مردم خوزستان به هر حال نگران هستند و سوال میکنن. سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای حیاتی و همکارانشون در شبکه یک و خبر نیمروزی. وضعیت در استان خوزستان و شهرستان انیمش که دارای در از 300 هست و 200ش که 200 معروف هستن، سد کرخه و دز، دز رو که دوستان برای حضرت عالی و همه بینندگان عزیز توضیح دادن، من سد کرخه رو توضیح میدم. سد کرخه الان وضعیت ورودیش دوربر 4900 هست. ما خروجیمون هم 1750 هست. این توضیح بدم که سدها یکی از رسالت های اصلیشون گرفتن سیلاب های مهلک رودخانه ها هستن که رودخانه کرخه که سومین رودخانه پر آب کشور هست یک رودخانه وحشی است و سیلاب های بسیار مخربی داشته. در سال آبی امسال یعنی سال 97-98 خب شرایط به صورت ویژه اتفاق افتاد و تقریبا ما دو سیلاب بسیار بزرگ در بهمن ما یک سیلاب با پیک ساعتی 6800 رو مهار کردیم و همین الان که در خدمتون هستم داریم سیلاب دوم رو که در 12 بهمن شروع شد با پیک ساعتی 8400 متر مکعب در ثانیه مهار دوممون صورت گرفت و یک مهار بین این دوتا اتفاق افتاد. یک سیلاب در 5 فروردین اتفاق افتاد و اون هم با پیک 5200 بود، پیک ساعتی 5200. شرایط خاصی هست، یعنی شرایط اتفاقی که افتاده تقریبا من بی‌نظیر میدونم. سیلاب 12 فروردین که الان هم در شرایط نزولیش قرار دادیم در تاریخ رودخانه کرخه بی‌نظیر بوده و اتفاق نیفتاده و الان چیزی که اتفاق افتاد ما تونستیم از یک سیلاب بسیار مخرب در پایین دست که خسارت‌های جانی و مالی بسیاری رو محتمل میشد رو جلوگیری بکنیم. وضعیت الان در کنترل سدها هست و سد کرخم از لحاظ پایداری و از وضعیت چیزی که باید انجام بدهد انجام داده و مشکلی باش نخواهیم داشت انشالله. میتونیم تا پایان سال آبی امسال بتونیم یک ذخیره آبی بسیار خوب رو برای کل کشور در نظر بگیریم و به خصوص استان خوزستان. بگم که این سدها هم خود فرزندان این سرزمین ساختن، بعد از انقلاب ساخته شد. یک بزرگترین سد ایران هست، یکی از سدهای بسیار مهم و استراتژیک محسوب می شود چون هم تر آبرسانی داره، هم تر آبیاری داره و هم تر تولید انرژی داره. آقای یزدانی صدای منو میشنوید؟ اگر صدای منو میشنوید، ما تولید انرژی داریم و برای 1200 روستا هم بحث آبرسانی داریم و طرحهای آبیاری که بحث کشاورزی هست اون رو هم انجام میدیم. آقای یزدانی، این مهمی رو من برای مردم خوبمون در خوزستان توضیح بدم، این که به هشدارها حتما توجه بکنن. ورودی و خروجی سدها باید متناسب انجام بشه. اگر ما بدین خروجی رو افزایش میدهیم یک طبق یک دستورالعمل هست، فقط سد این کار رو انجام نمیده. ما تینگ سازمان آب برق خوزستان که تمام سدهای استان خوزستان رو در اختیار دارد
داره کار رو انجام میداد، زحمات بسیار زیادی کشیده میشه، کارشناسای بسیار زیادی دارن به طور لحظه‌ای وضعیت صدر و خروجیش رو کنترل میکنن، ورودیش رو کنترل میکنن تا کمترین خسارت به پایین دست وارد بشود. اما اگر خروجی ما افزایش پیدا میکنه با اطلاع رسانی انجام میشود و اینکه مردم اگر همکاری بکنن ما مطمئن هستیم که کمترین خسارت وارد میشه و میتوانیم با سلامت این سال آبی رو پشت سر بذاریم. ما شکرگزار هستیم از این نعمتی که اومده. ما یک کشوری هستیم در شرایط خوش و نیمه خوش قرار داریم و منابع آبی برامون بسیار ارزشمند است. من در خدمت هستم. آقای یزدانی اگر صدای من رو داری؟ صداتون رو ندارم من. بله، من می‌خواستم سوال کنم با توجه به تصاویری که الان می‌بینیم و بینندگان عزیز هم دیدن، سد کرخه کاملاً پر شده و این نگرانی وجود داره که این سد در حال سرریز شدن باشه. آیا امکان این هست که سرریز بشه سد کرخه یا نه، یا داره مدیریت میشه؟ جناب آقای حیاتی این سوال رو خیلی دوستان میپرسن. من بگم همین الانش هم ما داریم سرریز میکنیم. ما اصلا ساعت‌ها در یه تراز خاصی که قرار میگیرن ساعت سرریز میشه و انجام میشه. اون چه نگاهی که روی دوستان از در فضای مجازی داره انتشار پیدا میکنه که اطلاعات غلطی برای مردم انجام میشود اینه که اون آب روی تاج عبور میکنه. میخوان ما به مشمول بهش میگیم اوورتاپ که اصلا چنین چیزی صحت نداره و اصلا نیست. ما آب 100% در شرایط کنترل شده برای پایین دست رها میکنیم. آبی که کنترل شده برای پایین دست میرود نه سیل است نه سیلاب. سیل زمانی به سیلاب شکل میگیره که شما کنترل روی این وضعیت آب نداشته باشید، دبی آب نداشته باشید، در حالی که ما داریم کنترلش میکنیم و هیچ مشکلی هم نداره. ما همین الانش هم داریم سرریز میکنیم و اتفاق خاصی هم نیفتاده. پایین دست هم داریم مدیریت میشود که کمترین خسارت به پایین دست وارد بشه. خیلی متشکرم از شما آقای یزدانی، مدیر سد کرخه خوزستان. اما همکاران هم اشاره کردن که ارتباط ما با آقای خادمی استاندار لرستان مجدداً برقرار شده. انشالله ارتباط صدایی ما مشکلی نداشته باشه. ارتباط تلفنی آقای خادمی سلام بر شما، توضیح بفرمایید در ارتباط با شرایط شهرهای سیلزده استان لرستان که الان در چه وضعی هستند. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتون و تشکر از اطلاع رسانی‌های خوبی که صدا و سیما در این روزها در رابطه با سیل در مناطق مختلف کشور داره. ما همجور که در بخش‌های قبلی خبرم حتما عزیزان و همه استانی ها و همه همیهنان نوعی قرار گرفتن، از بامداد امروز بحث خدمت رسانی به مناطق کردیم. حجم واقعا خیلی بالاست و حجم خسارت های وارده خیلی بالاست و تعداد زیادی روستا های عمده از دو شهر پل دختر و معمولان به طور کامل خونه ها در تو سیل فرو رفتن و هم مشکل دارن. ما باید این حجم بالای جمعیت رو هم غذا و درمان و هم کار رو برون بوده بیرد. هر شدیدی که بود و در حاشیه رودخونه بودن و این رودخونه هم رودخونه است که قاعدتاً عبور در اون شرایط ازش غیر ممکن بوده و هوا هم بارانی بود، اتصال هوایی هم ممکن نبود. اولویتون همین بوده. از امروز صبح خوشبختانه هم از استانهای مختلف کمک شده به استان، هم هلال احمر حضور خوبی داره و هم نیروهای ارتش جمهوری اسلامی خوشبختانه با همه امکانات هم زمینی هم هوایی از دیشب وارد استان شدن. عزیزانمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم امکاناتشون رو وارد کردن و الان ما امکانات خوبی برای این خدمات رسانی به صورت هوایی داریم، ولی به دلیل خسارات بالایی که در جاده ها به وجود اومده و هنوزم حجم آبی که وجود داره، امکان اتصال زمینی حداقل در کوتاه مدت با اغلب روستاها وجود نداره. اما شهر پل دختر رو ما در سر داریم که از طریق آزادراه پل زال خرم‌آباد ارتباطش برقرار بکنیم، علاوه بر اون ارتباط فرعی که از بامداد دیشب بامداد امروز شروع شده بود، این مسیر جدید رو هم در حال بازگشایی هستیم. امیدواریم که اواخر امشب یا اوایل فردا این مسیر هم بازگشایی بشه که بتونیم یه مقدار خدمات رسانیمون رو
راحت‌تر انجام بدیم و کم خطرتر. ما به هر حال این جمعیت چند هزار نفری رو ما اولویت فعلیمون اسکان و تامین غذای اونها هست که انشالله انجام بشه، ولی متاسفانه همجور که در بخشای قبلی خبر گفتم حجم خسارات خیلی بالاست. البته ما در بقیه شهرهامون هم شهرستان علی بوده است، تعداد زیادی از روستاها ارتباطشون قطع شده، هم در شهرستان دلفان یه تعداد از روستاهامون مشکل دارن و هم در شهرستان کودشت. اینا باز به دلیل این بارندگی و سیل اخیر و هم در شهرستان چگینی که انشالله اینا رو گذاشتیم یه تعداد از امکاناتون و بخش از امکاناتون هم برای خدمات رسانی به این روستاهایی که قطع ارتباط هستن تو این چند روز گذشته هم به اینها انشالله خدمات رسانی بکنیم. ولی اولویت اصلی ما الان شهر پول و دختر و شهر معمولان و روستاهای اطراف رودخونه کشکان هست. جناب خادمی الحمدلله خب کیفیت صدام یه خورده بهتر شده، آماری دارید که چه تعداد خونه الان آسیب دیده و چند نفر نیاز به امداد رسانی دارن؟ میدونم که الان مشکل آمار دادن، ولی به هر صورت آماری دارید؟ ولی آمار دقیق نداریم. حقیقتش اینه که بخش اون بخش غربی شهر پلوختر تقریبا به طور کامل اونجا قابل سکونت نیست الان و همچنین بخشی از شهرستان معمولان، شهر معمولان به همین ترتیب و روستاهای دیگری مثلا روستایی مثل چممر، روستای بابازید، اینا به طور کامل، یعنی ما امروز عصر که از به طور هوایی امروز صبح که هوایی بازدید کردیم آثار سیل بر روی پشتبام‌های این خونه‌ها بود. بنابراین اینا اونایش که باقی مونده بود. همه این جمعیت و مردم عمدتاً خوشبختانه به نظر می رسید که هشدارها توجه کرده بودن و خیلی هاشون در دامنه ها بودن که منتظر کمک رسانی بودن. اینا رو ما باید اسکان بدیم. من الان عدد دقیق نمیتونم بگم ولی قطعا چندین هزار نفر خواهد بود. تشکر میکنم از شما آقای خادمی، استاندار لرستان، مدیر عامل شرکت مخابرات. با اعلام ترمیم کابل‌های فیبر نوری که به دلیل وقوع سیل و رانش زمین قطع شده بود گفت شبکه ارتباطی در ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان در شرایط نرمال است. صدری همچنین از آماده باش تیم‌های فنی مخابراتی در سراسر کشور خبر داد. صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد پرداخت غرامت سیل به کشاورزان از 15 فروردین همزمان با بازگشایی بانک‌ها آغاز می‌شود. هلال احمر هم اعلام کرد کمک‌های نقدی مردم به سیل زدگان از 20 میلیارد تومان گذشت. مردم نودوست 23 استان درگیر سیلاب و سیل در شرایط سخت بارانی روزهای اخیر با آغوش گرم مسافران نوروزی سیل زده را در منازل شخصی خود اسکان دادند. ارسال محموله کمک‌های مردمی از شهرهای مختلف کشور به مناطق سیل زده هم همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان کمیته امداد امام خمینی از جمع‌آوری و ارسال بیش از 25 میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردمی به مناطق سیل زده استان‌های شمالی خبر داد. آقای فتاح با اشاره به تلاش‌های کمیته امداد برای ترمیم واحد‌های مسکونی آسیب دیده مددجویان گفت وام قرض‌الحسنه 5 میلیونی به تمام مددجویان مناطق سیل زده کشور پرداخت می‌شود. تمام خونه‌ها ساخته میشه، تمام خسارات جبران میشه. اونه که در عهده ما بوده، ما از محل صندوق خود امداد بلا استثناء برای همه اونا که خسارت دیدن در جامعه هدف مایه مقدار بیشتر 5 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بلا فاصله پرداخت میکنیم. از وام دولت هم که اعلام کرده سعی خواهیم کرد که باز استفاده بکنیم و از محل بیمه. همچنین ما برای اونایی که خسارت دیدن ممکنه تا یه مدت اشتغالشون بالاخره دوباره رونق بگیره، وام همه اونها استمحال شد و دوباره وام مجدد از محل خود امداد و صندوق خودمون 30 تا 50 میلیون تومان به همه پرداخت میشه.
اما از گلستان هم خبر میرسد. هر چند وضعیت گمیشان و آقلا از مرحله بحران خارج شده، روند تخلیه آب در مناطقی از این دو شهرستان شبانه روزی ادامه دارد. مدیر کل مدیریت بحران گلستان گفت غیر از محله کلاباد آقلا که هنوز تخلیه آب کامل نشده، در دیگر مناطق شهر سطح آب فروکش کرده و روند بازگشت ساکنان این مناطق به خانه هایشان آغاز شده. در مازندران هم بارش شدید باران موجب سیلاب و طغیان رودخانه نکاررود شد. نیروهای امدادی با تمام تجهیزات خود در تلاش هستند تا هرچه سریعتر آب را از محلات مختلف شهر آقلا خارج کنند. آب از قسمت منازل یا کوچه ها تخلیه بشه، به قول معروف خارج از شهر هدایت بشه. فرماندار آقلا میگوید 120 متر مکعب بر ثانیه به حجم آب تا روز چهارشنبه افسوده می شود. 70 متر مکعبش رو قبل از رسیدن به رودخانه گرگان سد بوشمگیر میتونیم کنترل بکنیم و 50 متر مکعبی رو رودخانه باید در واقع تحمل بکنه، عبور بده. پشت این سد بوشمگیر دارن کانال میزنن، هر چه سریعتر آنها به پایان برسونن. با همت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، پاسداران انقلاب اسلامی، احداث این کانال انحرافی آغاز شد. برنامه‌ریزی شده ظرف 3 روز این کانال باز بشه. تقریبا حدود 160 هزار متر مکعب عملیات خاکی هست. کانالی به طول تقریبا 6 کیلومتر آب رودخونه، آب سیلابی رودخونه گرگان رود و از خود رودخونه منتقل میکنه به دریاچه شور. به گفته مسئولان در اثر سیل 308 مدرسه در استان گلستان آسیب دیده. ما حدود 10 مدرسه داریم که این مدارس به دلیل قدمتی که داشتن و به دلیل ناایمن بودنشون بر اثر این سیل اخیر نیازمند تخریب و بازسازی هستند. با احداث این کانال انحرافی قبل از سد وشمگیر توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 50 متر مکعب بر ثانیه از حجم ورود آب به گرگان رود کاسته خواهد شد. حدود 2 هفته‌ای از وقوع سیل در مازندران گذشت. 2 هفته‌ای که برای سیل زده ها خیلی سخت بود. 64 سال سن منه، یه ذره زندگی درست کردیم، یه شب آب اومد برد، هیچی نداریم. هرچند انتظار آمادگی بیشتری رو از مسئولان در برابر سیل داشتیم، اما اقداماتی هم برای مناطق سیل زده انجام شده. شاید همین دست برنی ما یه چیزی مبلغی بتونیم هادیم، ولی حال جانی ما میکنیم تا انشاءالله این صدا خونه رو حداقل در توان ما هست تمام بکنیم. انشاءالله انشاءالله بشینه تو خونهشون و ما هم بریم خونه خودمون. هرچند برنامه های حمایتی برای سیل زدگان در نظر گرفته شده، اما به نظر میرسه باید یک برنامه جدی تر برای جبران خسارت ها تدوین بشه تا مردم در کنار رنج تخریب و خسارت های خونه هاشون دغدغه دیگه ای نداشته باشن. اگه رضوانی خبرگزاری صدا و سیما مازندران. با هدف لایروبی و تخلیه آب گرگان رود، قرارگاه خاتم الانبیا اقدام به احداث کانال انتقال آب و ممانعت از افزایش آب در پشت سد وشمگیر در گلستان کرده. سپاه همچنین با یک دستگاه مکنده قوی در حال تخلیه رسوبات دریا و باز کردن مسیر آب به دریاست. در روز 14 سیل حدود 150 کیلومتری از نقطه بحران دور می شویم. بعد از عبور از علی‌آباد، مزرعه کتول و بیبی شیروان به بالادست سد وشمگیر رودخانه گرگان رود می رسیم. اینجا آغاز کانال انحرافی گرگان رود در پشت سد وشمگیره. 4 محور اینجا شناسایی شده که در این محورها همونطور که ملاحظه می‌فرمایید با استعداد تقریبا 20 دستگاه بیل مکانیکی، 10 دستگاه بولدوزر، 7 دستگاه لودر و سایر تجهیزات و امکانات پشتیبان ما برنامه ریزی کردیم که انشالله ظرف 3 روز بتونیم آب گرگان رود رو تقریبا با یه دبی حدود 50 متر مکعب در ثانیه منتقل کنیم به کال شور و از کال شور به سمت حوض شور و در اونجا این آب رو بتونیم نگهداری کنیم و محبوس کنیم. مردم محلی منطقه که همشهریانشان در پایین دست رودخانه گرفتار سیل شده اند، از حفر این کانال خرسند بودند. برای نزد آقلا کار خوبه فکر. به نظر ما خوبه، چون از اینجا مثلا که رود بین برنوالی کارش بره این طرف اون زمین شور لب مرزی اترک میری، بعدن از 20 کیلومتر پایین‌تر
از کمیشن دیگه به دریا میریزی. واقعا عالیه، خودم یک کشاورز هستم، میدونم آب رودخانه کجا راه میره کجا راه نمیره. خیلی عالیه. حالا چشم امیدها به حفر این کانال در این نقطه است. اینجا رودخونه گرگان روده و آبی که مشاهده میکنید در حال انتقال به پایین دست و مناطق سیل زده گمیشان و آقلاست. اما سپاه اینجا بر روی این رودخونه داره یک کانالی حفر میکنه که باعث میشه که این آب به دشت منتقل بشه و قطعا نقش تاثیرگذاری در کاهش آب در مناطق سیل زده خواهد داشت. طه حاجی رضایی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما استان گلستان. آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی آمار داده، سیلاب‌های اخیر به 11000 کیلومتر از راه‌های کشور در نقاط مختلف خسارت وارد کرده که رقم ریالی این خسارت‌ها 1600 میلیارد تومان برآورد می‌شود. هرچند بارندگی‌ها در اکثر نقاط کشور کاهش یافته، پلیس از مسدود بودن 54 جاده اصلی و فرعی در کشور خبر می‌دهد. مهمترین محور جاده اصلی اهواز به آبادان است که به علت طغیان کارون مسدود شده. پلیس دو محور حراز و کرج‌چالوس را هم به علت احتمال ریزش کوه و طغیان رودخانه مسدود کرده. پلیس در عین حال از مسافران خواسته با توجه به ورود سامانه بارشی جدید در هفته آینده سفر خود را مدیریت کنند و بازگشت را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکنند. برای اطلاع از وضع جاده‌های کشور، سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور کشور که از طریق هوایی در حال رصد جاده‌های شمالی کشور است همراه ما. سلام می‌کنم به شما سردار، بفرمایید که الان کدوم جاده‌های کشور بسته شده یا پلیس توی اونها محدودیت رفت و آمد اعمال کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مصدر هستید و در بخش‌های مختلف خبری قسم و عرض بینندگان عزیز رسید، ما وضعیت جبهمون امروز نسبت به دیروز بهتر هستش، ولی هنوز در 9 استان کشور مشکلاتی داریم. بارش برف و باران و باد و کولاک داریم. 59 محور اصلی و فرعی کشور مسدود هستش. علی‌رغم اینکه امروز خیلی تلاش شده که محور در واقع تهران چالوس باز بشه، ولی تا این لحظه هنوز بازگشایی صورت نگرفته. عزیزان راهداری دارن تلاش میکنن محور حراز چالوس رو باز کنن، ولی تردد از محور پیروسکو و محور قزوین در رش در واقع جریان داره. دیشب مجبور شدیم محور قزوین در رش رو در مسیر رستم آباد لوشان به علت ریزش در واقع معبر مسدود کنیم، ولی از راه قدیمیش در واقع تردد داره صورت میگیره. من خواهشم از در واقع رانندگان عزیز، هموطنان عزیز این هستش که برای بازگشت به شهرهای خودشون در این سه روز برنامه ریزی بکنن. از بعد از ظهر امروز بعضی از محورها در واقع کاملا باز و در واقع سفر میتونه اتفاق بیفته. روزهای 14، 15 و 16 رو مدیریت کنن تا به در واقع منازل خودشون برگردن. خواهشم این است که ما در شب گذشته بیشترین حوادثمون بحث خستگی و خواب‌آلودگی بوده و عدم توجه به جلو. متاسفانه تعدادی از هموطنان در جاده‌ها در واقع جان باختن، تعدادی مصدوم شدن. استدامون از مردم این است که نهایت رعایت در واقع رانندگی رو بکنن. در جاهایی که ما بار ترافیکی داریم صبور باشن تا بعد از اینکه راه باز شد حرکت کنن، ولی بدون شتاب و بدون عجله که خدای نکرده دچار مشکل نشیم. امروز هم روز طبیعت است. من تبریک عرض می‌کنم به همه هموطنان. تأکید کردیم به رؤسای پلیس راهور استان‌ها متناسب با شرایط شهرشون و استانشون به مردم اطلاع رسانی کنن. فراموش نکنیم که باید این فضا رو، ترافیک رو امروز به خصوص در بازگشت مدیریت بکنیم. 27% از جانباختگان ما مربوط به آبرین پیاده بوده. استدام این است که در تردد از معابر مراقب فرزندان خودتون و افراد مسن باشید که دچار مشکل نشوند. در مدیریت ترافیک با پلیس راهور در واقع همکاری کنید. من تشکر میکنم. ایشالله که روزهای خوبی در انتظار همه هموطنان عزیزمون باشه. خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور کشور.
سیلاب خط ریلی شمال را هم مسدود کرد. مدیر کل راه آهن شمال از مسدود شدن محور ریلی شمال به علت طغیان رودخانه تالار سوادکوه و رانش زمین خبر داد. قطار ریلیباس اول ما از پرسفید حرکت کرده بود، ساعت 6:30 از این مسیر عبور کرده بود. قطار دومی که ساعت 7:30 بود باد می آمد، دیدیم اومد داخل بلاک، متاسفانه این ریزش شد. همونجوری که شما ملاحظه می فرمایید که مسیر آب حدود 70-80 متر با راه آهن فاصله داشتش، در اثر تغییر مسیری که آب داده اومده زیر خاکریز ما رو تقریبا متاسفانه خالی کرده. همونجوری که الان شما اینجا ملاحظه می کنین به ارتفاع تقریبا 8-9 متر هست، به طول تقریبا 150 متر تا 200 متر از مسیر ما الان خالی هستش و تردد قطار را الان نمیتونیم این مسیر انجام بدیم. الان قطارهایی که ریل باس ما هستن از گرگان تا زیراب الان تردد دارن، فقط این یه ایستگاه مشکل داره. قطارهای تهران ما الان حرکت کردن، میان تا پلسوید، انشالله اونا رو با اتوبوس جابجا میکنیم تا ساری، و از ساری هم مسافری که تعهد داریم در رابطه با بلیطاشون هست اینا رو جابجا میکنیم تا پلسوید، از پلسوید هم با قطار حرکت میکنن میرن به سمت تهران. دیروز هم خط ریلی تهران جنوب در مسیر لرستان به علت سیلاب مسدود شد. در محور تبریز تهران و تهران اهواز هم امروز حرکت قطارها به علت رانش زمین برای ساعاتی متوقف شد. ارتباطمون با آقای رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن برقرار شده. آقای رسولی سلام. این خطوط ریلی که به هر حال خطوط ریلی اصلی و شریانی کشور محسوب میشن و الان بسته شده، چه زمانی باز خواهند شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای حیاتی، همکاران عزیزتون و مردم بزرگ ایران سلام عرض میکنم. همونطور که روز گذشته به عرض مردم عزیز رسوندیم، محور ریلی جنوب به دلیل پاره مشکلات از جمله ریزش و رانش کوه در چند نقطه و همچنین آبشستگی زیر خط در قسمتی از خط محور جنوب مسدود اعلام شد و همکاران من از دیروز به مجرد اینکه طغیان رودخانه مقداری فروکش کرد، عملیات بازسازی و ترمیم محور رو انجام دادن. امروز به طور جد مشغول هستند. تجهیزاتی که از قبل اونجا تدارک دیده شده بود تقویت شد و امیدواریم ظرف ساعات باقی مونده روز انشالله امروز به پایان برسه مسئله مرمت این خط و انشالله شاهد بازگشایی محور باشیم. همونطور که مستحضرید، بارندگی های سیلاسایی که در همه نقاط کشور تقریبا باریده شرایط رو در اکثر محورها سخت کرده، اما با توجه به تدابیری که از قبل اندیشیده شده و تجهیزی که در مناطق مختلف صورت گرفته بود، خوشبختانه همکاران من به صورت شبانه روزی وظیفه خودشون رو انجام میدن و شرایط ایمن سیر قطارها رو فراهم میکنن. انشاءالله امروز با بازگشایی محور جنوب مسئله در این ناحیه هم حل خواهد شد. باید به عرضتون برسونم که راه آهن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر انجام وظایف ذاتی خودش در موضوع سیل، سعی کرده اون چه که از دستش برمیاد در کنار مردم باشه و خدمت رسانی بکنه. در مورد سیل شیراز، با انتقال خودروهای آسیب دیده و مسافرین عزیزی که به شیراز سفر کرده بودند و درگیر سیلاب شدند، تا امروز حدود 241 نفر از این مسافرین عزیز رو به شهرهاشون رسوندیم و تعداد 68 خودروی آسیب دیده رو حمل کردیم و به شهرهای مورد نظر که متعدد و متنوع هم هست در حال اعزام هست و میرسونیم انشاءالله خدمتشون. در ارتباط با سیل گلستان اعلام آمادگی کامل کردیم برای انتقال محموله های امداد رسانی از سراسر کشور به منطقه شمال ما کمک بکنیم و در خدمت دستگاه های امداد رسان و استانداری گلستان هستیم. باید به عرضتون برسونم شب گذشته یکی از قطارهای مسیر تبریز به تهران ما دچار خرابی دیزل شد و مدت 160 دقیقه توقف داشت به خاطر خرابی دیزل، و تا رسیدن دیزل امداد مردم عزیز و مسافرینی که در قطار بودن متوقف بودن. به همین دلیل از همینجا از همه این عزیزان و همه کسانی که در ایام نوروز از وسیله قطار استفاده کردن، احیانا اگه کمبودی بوده ازشون عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم. اما همکاران من تلاش مضاعف کردن و الحمدلله تا امروز تونستیم که سفر ایمنی برای مسافرین عزیز و مردم عزیزمون رقم بزنیم. خیلی متشکرم از شما آقای رسولی، مدیر عامل شرکت راه آهن.
خب تا الان راجع به خسارات و ضررهای سیلها و بارندگیهای اخیر شنیدید، اما درباره نیمه پر لیوان بارشهای اخیر، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، ایران نسبت به متوسط 50 ساله بیش از 30% افزایش بارش و نسبت به سال قبل بیش از 145% افزایش بارندگی داشته. معاون اول رئیس جمهور در پایان سفر 3 روزه به مناطق درگیر سیل و پیش از بازگشت به تهران تأکید کرد این بارش ها ده ها برابر خساراتی که وارد کرده اند برای کشور خیر و برکت به ارمغان خواهند آورد و حداقل برای سال 98 دغدغه کم آبی حتی در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان و تالابهای خشک شده کشور نخواهیم داشت. جان گرفتن تالاب گاوخونی بعد از 15 سال و افزایش 40% آب دریاچه ارومیه هم از برکات بارش های چند روز اخیر است. آتش گاوخونی فروکش کرد. یانو زندگی به تالاب برگشته، گفتیم که سری بزنیم. بارندگی ها و سیلاب های اخیر این فرصت را فراهم کرد تا تالاب گاوخونی دیگر چشم به راه سد زاینده‌رود نماند و جام بگیرد. هرچی اومدیم جلو دیدیم بله دیگه همه دشت آب گرفته، تمام تالاب پر آبه. من دفعه اول میبینم، خیلی عالی. من از فرانسه اومدم، انتظار دیدن چنین منظره ای رو نداشتم، الان خیلی هیجان زدم. حالا این تالاب 476 کیلومتر مربعی چشم نواز شده و مهمان نوازی میکنه. شانس ما بود که اومدیم دیدیم آب داره اینجا، واقعا خیلی خوشحال شدیم. دیگه پاچه ها رو بزنیم بالا، شلوار رو بریم داخل آب. این تالاب گرچه بین المللی است، اما برای بقای آن باید زنده رود را زنده نگه داشت. احیای این تالاب که به ثبت جهانی هم رسیده، علاوه بر این که میتونه به اکوسیستم منطقه کمک بکنه، نقش مهم و تاثیرگذاری در کاهش کانونهای گرد و غبار فلات مرکزی ایران داره. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین‌المللی گاوخونی. اگرچه بارش‌های اخیر در بعضی استان‌ها سیل و خرابی به بار آورد، اما نفس‌های تازه‌ای به دریاچه ارومیه بخشید. دومین دریاچه آب شور جهان که مدت‌ها بی‌رمق بود، این روزها امید به زندگی توش موج می‌زند. این که می‌بینم که دریاچه ارومیه دوباره به حالت اول خودش برگشته و شادی مردم رو من میبینم، برام خیلی جای خوشحالی داره. الان ترازمون 1271.03 که نسبت به ابتدای مهر ماه 76 سانتیمتر افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 سانتیمتر افزایش داشتیم. بارش های اخیر نه تنها سطح آب و وسعت دریاچه رو افزایش داده، بلکه حجم آب رو هم 2.5 برابر کرده. 45% از مساحت پارک ملی دریاچه ارومیه دارای عرصه آبی است که نسبت به ابتدای مهر ماه، یعنی ابتدای سال آبی، در حدود 15% ما افزایش مساحت دریاچه ارومیه رو داشتیم. خبر خوب دیگه این که بارندگی ها با خودش طراوت و شادابی رو به طبیعت جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه به ارمغان آورده. یک سری آبانبارهایی رو هم که ما برای استفاده آب شور به حیات وحش در داخل جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه تعبیه کرده بودیم، هم امسال وضعشون خیلی خوبه و تقریبا پر شده. تاکنون 515 میلیون متر مکعب آب از سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه رهاسازی شده و قراره در روزهای آتی هم رهاسازی آب از سطح استان به دریاچه ارومیه ادامه داشته باشه. امیدواریم بارش‌های خوبی که در فصل پاییز و زمستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود داشت رو در فصل بهار هم داشته باشیم و همیشه راوی خبرهای خوب از این دریاچه باشیم. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه.